تا دادن پول و اسلحه یک تعداد را به طرف خود کشانیده است و یک تعداد را وادار کرده است که اسلام را از پشت خنجر بزند. ولی برادر وقتی که مرمی میخوره یا چره آوان را میخوره صدا میکنه برادر را تا آخرین لحظات برادر سنگر ها را نها نکنید، با بیمی اکفایی کنید، با مرمی فایی کنید. امروز خون 1,600,000 شهید در کاسه در دست ماست. اگر با احتیاط حرکت نکنیم این کاسه سرنگون خواهد شد و برای ابد روسیای تاریخ خواهیم ماند. یک قریه تحت بم قرار دارد، یک جبهه دارد با روسا می جنگد، یک جبهه دارد جان می دهد و خون می دهد و مظلومانه از سنگرها دفاع می کند. جبهه دیگر این ضرب المثل شنیده بودم که می گفتن یک بام و دو هوا، ولی این دفعه که در پخمان رفتم فهمیدم که یک بام و دو هوا معنی چی است. و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوک و یستخلف آخرین اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. نخست از همه تشریف فرمایی هیئت با صلاحیت و انتخابی مقام معظم رهبری و شورای مرکزی حرکت اسلامی افغانستان را هر یک دانشمند فاضل استاد حوزه علمیه در مشهد مقدس یکی از امیدهای رزمندگان حرکت اسلامی در فردای پیروزی انقلاب و دلسوز باقیه که دلسوزیش را در جریان 10 سال برای نجات اسلام و نجات مکتب مظلوم شیعه و یاری رسانیدن به سنگرهای مظلوم جهادی ثابت نمودن، الگوی اخلاص و تقوا دانشمند فاضل فقیه عالی قدر که یکی از شخصیت‌های عالی و دانشمند ملت مسلمان افغانستان است، حضرت آیت الله ساجدی که همه شما به چهره نورانی و علم و فضیلت و تقوای این عالم بزرگوار آشنایی داریم و در کنار او از برادران عزیزی که در کنارشان تشریف آوردن حجت الاسلام و المسلمین آقای مصباح و حجت الاسلام و المسلمین آقای مبارز و برادر گرام قطر و عزیزمان آقای وسیق و برادران عزیز و همراهشان، یک بار دیگر از طرف عموم مجاهدین جبهه سنگلاخ که در اینجا تنها شورای ولایتی کابل و اون دعوت مهدی نیست بلکه پایگاه‌های مختلفی از حرکت اسلامی افغانستان حضور دارند، پایگاه 16، پایگاه عبدی مجاهد و سایر پایگاه‌ها و گروه‌هایی که در اینجا تشریف دارند و ملت قهرمان پرور و مرخیز و شهید پرور سنگلاخ خیر مقدم عرض نموده و تشریف آوریشان را فال نیک برای پیروزی نهایی انقلاب اسلامی افغانستان میگیریم. امیدوار هستیم که انشاءالله همه زحماتی را که شما برادران عزیز در اینجا کشیدین خداوند قبول بفرماید. همینطوری که برادر عزیزمان لطف کردن، گرچه که شهدای ما حق بسیار زیادی داره بر همه همسنگرانش و لازم بوده که با شکوه بیشتر از شهدای عزیزمان تجدید به عمل می آوردیم، ولی شرایطی که در جبهات حاکم است ما را از این کار مانی شده است که نتوانستیم متاسفانه به شکل اساسی و درست از شهدای عزیزمان تجدید به عمل آوریم. البته این تجدید نه به خاطر دو تن شهید بلکه به خاطر صدها تن شهید، به خاطر تجدید پیمان و خون پاک و مقدس شهدایی که مظلومانه و صادقانه با تعهد اسلامیشان شهادت خون پاکشان را در راه مکتب
و در راه تعهدی که با قرآن و قرآن‌های سوخته و مساجد و اینان نموده است می باشد. ولی آخرشان همچنانی که برادر عزیز من بازگو کرد، شهید بزرگوار الحاج ابراهیم شاه حسینی و برادر شهید من سید نمر، دو تن از فاتحان شهید که مظلومانه جان و جانان تسلیم نمودند. البته شما بهتر می دانید، آنچنانی که چندی قبل اطلاق با تمام تأسف اطلاق پیدا کردیم که برادر بزرگوار من الحاج ابراهیم شاه حسینی که یک تن از فرماندهان فاتح و همیشه فاتح جبهات حق علیه باطل بود، مظلومانه در دره تخمن به شهادت می رسد که زائعه بزرگی برای شیعیان در افغانستان به حساب می آید. شهادت این برادر عزیز و شهادت برادر عزیز من سید نبرد را که مظلومانه در جبهات پهمان جان به جانان تسلیم نموده است، در پیشگاه امام زمان و شما ملت قهرمان، مقام رهبری حرکت اسلامی افغانستان، هیئت محترم اعزامی و مخصم ریاست محترم هیئت گرامی را، هیئت گرامی تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ توفیق ادامه راه این شهدان عزیز را استقا داریم. بله برادران عزیز، در شرایطی که فساد سراسر اجتماع و سراسر جامعه من را فرا گرفته است، در شرایطی که کفر و الحاد می خواهد و آخرین سنگرهای اسلام را به فساد بکشاند، در شرایطی که مسلمان و غیر مسلمان را شناختن آن مشکل است، تعدادی از مسلمین، تعدادی از فرزندان پاک اسلام در تلاش آنند که صادقانه و مظلومانه با ابتدایی ترین امکانات از اسلام، مذهب و سنگرهای جهادی دفاع کنند. مرگ عدمی هست و همه کس می میرد و بالاخره همه ما خواهیم رفت. مبشرها، توریها، ابراهیم شاهها و نبرتها و امثال اینها رفتند و ما هم خواهیم رفت، ولی انتخاب مرد و دست خود ما هست. چگونه مردن را خود ما باید انتخاب بکنیم. خوشا و سعادت اینهایی که اسلحه انبیاء را در دست داشتن و مظلومانه در راه اسلام و در راه انقلاب اسلامی جام شهادت را با افتخار نوشیدن. عیب ندارد که از طرف کی انسان و شهادت برسد. این مهم است که نیت ما چی هست و اگر ما اسلحه را به دست گرفتیم و حرکت نمودیم، اگر در جبهه پهمان بودیم، اگر در جبهه سنگلاخ بودیم، اگر در بامیان بودیم و در داغ‌ترین سنگرها قرار داشتیم، اگر نیت ما قصد قربت و کسب رضای خدا نبود، به خاطر منطقه‌گرایی، به خاطر حزب بت‌پرستی، به خاطر قوم‌گرایی و اینها مبارزه کردیم، با خدا قسم ما شهید از دنیا نخواهیم رفت و نام مقدس شهادت را بالای کسی گذاشتن را نخواهیم توانست. ولی نیت مهم است برادران عزیز. ما باید امروز در اینجا در این تدویل مقدس که محفل من با تشریف آوری بهترین فرزندان اسلام، بهترین مدافعان اسلام منورتر گردیده است، یک بار دیگر به عظمت خون تمام شهدایی که در این جبهه و در سایر جبهات ریختانده شده است بیایید سوگند یاد کنیم. به خون ابراهیم شاه ها و توری ها و سید نبرد ها که راه مقدس اینها را تا آخرین لحظات ادامه خواهیم داد. بله برادران عزیز، 11 سال نبرد قهرمانانه، 11 سال مقاومت دلیلانه، بالاخره پیامدش این بود که روسای پلید از کشور من خارج شد. پیامد همه قطرات خون شهدای من، پیامد تلاش ها، پیامد مظلومیت ها و ناله های شما سنگرداران، نتیجهش این بود که روسا ذلیلانه افغانستان عزیز من را ترک بگویند. ولی بعد از رفتن روسا ما را چه شده است؟ من بی پرده صحبت می کنم برادران عزیز. در این مجلس، مجلس خودمانی است، مجلس سنگردارانی واقعی است، مجلس است که همه از پدر و مادر و از همه هستیشان گذشتن و آمدن که در اینجا از سنگرهای اسلام و از اسلام و قرآن دفاع بکنند. ما باید بگوییم و بی پرده صحبت بکنیم. بعد از رفتن روسا ما چی کار کردیم؟ خجالت و شرمنده خواهد بودیم تا ابد اگر روسا شکست خورد و ما دست مزدوران روس شکست بخوریم.
یک نظر کوتاه در مناطق آزاد شده و در شهر کابل و جبهات اطراف شهر کابل ما را به آن وامی دارد که ما متوجه در و شکست فاحشی و درسای فاحشی در جبهات مجاهدین شدیم. این را ما به خاطر از این میگم که شخصیت دلسوز عالم ربانی در اینجا تشریف دارند و باید بدانند که اگر بداد انقلاب نرسند، دلسوزان واقعی بداد اسلام، بداد جبهات نرسند، جنگ منتقلی که روسها، جنگ خانمانسوزی که بنام نجات، بنام مذهب، بنام قوم میخواهد در افغانستان عزیزمان براه اندازد و دودی در سراسر افغانستان در خواهد گرفت. و این خاطر است که ما میگیم تشریف آوری این علما و امثال اینها نوریست در جبهات که میتواند از تاریکی های ظلمانی ما را خارج کند. خوش آمدید بزرگواران اسلام و همه شما مجاهدین. بله برادران، در این شرایط حساس، در شرایط حساسی که دشمن با دادن پول و اسلحه یک تعداد را به طرف خود کشانیده است و یک تعداد را وادار کرده است که اسلام را از پشت خنجر بزند، تشریف آوری این چنین علما و دلسوزان واقعی مرهمی است بر زخم دیرینه و ما باید قدر اینها را بدانیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در اثر تلاش و زحمات و طرحهای اساسی این بزرگواران اسلام، صلح و صفا، صمیمیت و برادری، روحیه جهاد و شهادت و رفتن به سوی جبهات حق علیه باطل و کوبیدن آخرین بقایای مزدوران روسی انشاءالله نیروهای کامل بسیط شوند. وحدت و پارچگی بین تمام جبهات و احزاب مختلف چه از شیعه و چه از سنی مخصوصا شیعیان ایجاد گردد و به عظمت تلاش این برادران بزرگوار و دلسوزان باقی که انتظار همه مجاهدین از آنها این است انشاءالله صلح، صفا و صمیمیت برقرار گردد. ما دیگر بیشتر از این نمیخواهیم که مزاحم اوقات شریف شما شویم. فقط دو سه تا جمله که در قسمت مظلومیت این برادران عزیز و مظلومیت جهاد بوده است مکررن خدمت برادران عرض میکنیم و امیدوار هستیم که این یک تجدید پیمانی باشد برای ادامه راه این شهدای عزیز. این برادر عزیز ما در چه گونه شرایط شهید شده؟ در شرایط شهید شده است. ما قبلا این ضرب المثل شنیده بودیم که میگفتن یک بام و دو هوا، ولی این دفعه که در پخمان رفتیم فهمیدیم که یک بام و دو هوا معنی چی است. یک قریه تحت بم قرار دارد، یک جبهه دارد با روسا میجنگد، یک جبهه دارد جان میدهد و خون میدهد و مظلومانه از سنگرها دفاع میکند، جبهه دیگر از دولت ملحد اسلحه و پول میگیرد. این درد بزرگی است که همه مجاهدین این را متوجه شوند که سرنوشت ما به سرنوشت تاجیکستان و ازبکستان مبدل خواهد شد و همیشه بدبختی ملت افغانستان در همی بوده که روسا، انگلیسا و آب قدرت ها را با چند بودندان از کشورشان خارج کرده، ولی در اخیر که روزای پیروزی بوده، روزای جی بوده که ما از خون شهدای خود استفاده کنیم، از خون شهدای خود بیرق سبز توحیدی را در سراسر کشورمان در اهتزاز در آوریم، بر اثر ناله های شبگیر مادران جوان از دست داده و زندانیان عزیزمان عدالت اجتماعی اسلام را برقرار سازیم، ولی مظلومانه و نا آگاهانه ما را از پشت خنجر زدند. امروز تعدادی میخواهد انقلاب مظلوم اسلامی من با ناجوان مردان از پشت خنجر بزند. ما باید بیدار باشیم، ما باید متوجه باشیم برای چی کام کردیم. آجی برمشا برای چی شهید شد؟ سید نبرد برای چی شهید شد؟ مبشر برای چی شهید شد؟ توری برای چی شهید شد؟ امام حسین برای چی شهید شد؟ همه و همه برای این راه شهید شد که حکومت اسلامی برقرار شد. برادران عزیز، وضعیت فلاکتباری که امروز در جبهات چرا نجیب سقوط نمی کنه؟ چرا نجیب سقوط نمی کنه؟ برادران عزیز، نجیب به خاطر از این سقوط نمی کنه که ما از اسلام دور شدیم، ما از اسلام از نه خود به غیر راه قرآن استفاده می کنیم. بریم در دره میدان داخل شدن چی گفت؟ از برای خدا آخر ما از هر که سرشانه خود می نازیم باید از نه خود در راه خدا استفاده بکنیم. ببینید تا یک مطروان مردم، یک خانواده مردم، یک امروز از دولت ملحد و از سربازانش کس نمی ترسه، ولی از مجاهدی که اسلحه را به دست گرفته می ترسه. هیچ اصلا شرافت و حیثیت در سر اسلحه و در وجود زاکیم نیست. برادران، چرا ما باید اینطور باشیم؟ برگردیم بریم که در هر جای بیرق سبز بالاست
و بشرمیم باید از پول شهدا، از مساجد و ایران و متوجه مسئولیت‌های خود شدیم. اینک که در چنین شرایط حساس قرار گرفتیم، مسئولیت عظیم و سنگینی به دوش ماست. اگر سال گذشته خون 1,400,000 در کاسه ای در دست ما بود، امروز خون 1,600,000 شهید در کاسه ای در دست ماست. اگر ما احتیاط حرکت نکنیم، این کاسه سرنگون خواهد شد و برای ابد روسیای تاریخ خواهیم ماند. و امیدوار هستیم که انشاءالله برادران عزیزمان، به عظمت این شهدا، به عظمت خونهای این شهدا، شما میدانید که سید نبرد در چه شرایطی شهید شده. نه پدرش بود، نه مادرش بود، قسمی که برای ما تا هنوز خبر نداشتم. فکر میکردیم که برادر مادر پدر داره، ولی خوشحال شدم وقتی که برادر ما حسین احمدی گفت این پدر و مادر نداره. خوشحال شدیم، همه ما پدر و مادر داریم. آج ابراهیم شاه و امثال اینها مبشر شهید دستی که شهید شد، مادر خودم مادرش خبر کردن در چه حالت قرار داشت. توری به حمدالله مادر نداشت و این برادر بزرگوار ما اطلاع نداشتم تا هنوز. دردی که مرا رنگ میداد همین قضیه بود. وقتی در پغمان رفتیم دیگه چیزی نتانستیم از دست ما. ولی این برادر وقتی که مرمی میخوره یا چره آوان رو میخوره، صدا میکنه برادر را تا آخرین لحظات، برادر سنگر ها را جهار نکنید، با بیمی اکفایی کنید، با مرمی فایی کنید، موش کنید که تفه پغمان را نهار نکنید. یعنی تا آخرین لحظات حیات با برادرانش تأکید میکنم در این شرایط، در این شرایط که مظلوم آنه جان میرهند، برادران عزیز تعداد با دولت سازش دارد، تعداد با خون شهدای ما خیانت میکنند. ما برای چه قیام کردیم؟ ما حرکت اسلامی برای حرکت اسلامی قیام نکردیم، ما برای منطقه قیام نکردیم، ما برای تحقق حکومت اسلامی قیام کردیم. مظلومان جان میدهند مثل زیاجی برمشا و استاد مبشر شهید و همه این شهدای ما. ما باید متوجه شیم و نگذاریم که از دست مزدوران روز، خدای نخواسته، صد خدای نخواسته، به شکست مواجه شیم. روی جهاد، تقوا، معنویت و نظم و دیسپلین را در جبهات خود حاکم سازیم تا پیروزی نهایی انشاءالله نصیب ما گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.